به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بچه های پرورشگاهی، امامداران، فارغ التحصیلان فیضیه، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و غیر کوسه، در جمع دزدان. دزدی صفتی است که همشون دارن، از رهبر تا اون طلبه چلقوز، شامل آیت الله و حجت الاسلام و نمیدونم همه این درجه های که بالا پایین گذاشتن، همشون از دم، شامل سه تا طبیله اسلامی، خبرگان دزد، تشخیص دزد، شورای دزد، قضایی دزد، مقننه دزد، اجرایی دزد، رئیس دولت دزد، خود دولت دزد، وزیر دزد، وکیل دزد، سردار دزدن در دزد. اول عمله دزدی بود، حالا خودش دزد شده. دزدی نه دزدی معمولی، دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله، دزدی از طریقه استناد به آیات قرآنی که در آسمان چاپ شده و انداختنش رو زمین. به این دلیل بایستی پایه‌های اسلام نو به محمدی قرص و محکم بمونه، چون اگه اسلام نو به محمدی از بین رفت، دزدی از بین میره، فساد از بین میره، مردم درست میشن، اعدام و شلاق و سنگسار از بین میره، نه همه تحفه های اسلام نو محمدی است. به صورت بلند بالا از فراورده های اسلام امروز براتون نوشتم، براتون بخونم. این دزدان حکومتی درست کردند به نام حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین. الله چون خودش غایبه، علی شیره ای رو گذاشته جای خودش حکومت کنه، علی مفعول رو گذاشته جای خود الله حکومت کنه، اونم به جای الله حکومت بکنه. بعد رفتن یه امام زمان درست کردن، گذاشتن زیر زمین، گفتن این الله زیر زمینیه. اونجایی هم که این یارو رفتش توی مجمع، اون یارو میمونه گفت حاله به هم فرو کردن، یه هم چیزا شد و یهو نورانی شد، درست مثل مهتابی، حالا کوچیکش بوده بزرگش بوده نمیدونم. ملتم صلوات فرستادن، رئیس جمهورشون نورانی شده بوده. برای آخوندم که تعریف میکرد، آخونده میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. اون که میدونست این دروغ میگه، ولی خب اونجا باید خودشو به خریت بزنه. آخوند یعنی چاچول باز. آخوند باید راهی پیدا کنه که زندگی تو مال او باشه. آخوند باید راهی پیدا کنه بتونه راحت بدزده از هر راهی. آخوند یعنی دزد، یعنی قاتل، یعنی مال مردم خور، یعنی بی ناموس، یعنی بی همه چیز. بعد این آخوندهایی که واسه تون صفاتشون رو گفتم،
اینا نماینده های الله اون بالایی طبقه هشتمی، نماینده های الله زیرزمینی طبقه هفتمی هستن. این دوتا الله ها با هم ساختن، یا آخوند گذاشتن اینجا، گفتن یا آخونده هرچی گفت شما ها بگین با. هر بم بزنی آخوند میره تو چاه، هرچی اونجا تای چاهه میخوره میاد بالا میگه با امام زمان صحبت کردم این کاغذش. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز اولین روز از سال 2009 میلادیه. میلاد یعنی تولد. تولد، تولد کی؟ تولد مسیح. چجوری شد که دهم دی اول ژانویه تولد مسیح شد؟ اول سال شد تولد مسیح. یه دی میگفتن 25 دسامبر، یه دی میگفتن 6 ژانویه است. خلاصه اومدن اول سال رو اینجا قرار دادن، نه موقعی که مسیح زنده بود، نه مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 1000 سال بعدش، بعد از 1200 سال. چون گاه شماریشون مثل گاه شماری قدیمی بود، گاه شماری سومری بود که در سال چرخش داشت، یعنی 360 روز داشتن به اضافه 5 روز، و بعد هر 4 سالی باید بشه 366 روز، که اون رو نمیتونستن حساب بکنن، هر 120 سال یک بار حساب میکردن. اون وقت توی این 120 سال هر 4 سالی روزها تغییر میکرد، یه روز جلو میافتاد سال. بعد آخری رو 13 ماه میگرفتن، دوباره میومدن سر جای اولشون. در حدود 1000 سال پیش تقویم جلالی درست شد. سلطان جلال الدین، ببخشید، ملک شاه سلجوقی، همون جلال الدین بود اسمش، سرمایش گذاشت، خیام زحمت چه کشید و تقویم خورشیدی رو پیدا کرد. تقویمی که خیام تدوین کرده با تقویمی که امروز کامپیوتر حساب میکنه 8 ثانیه در هر سال تفاوت داره. خیام با رصدنشین این کار کرد. و 200 سال بعدش یک کشیشی در بیزانس به نام گریگوری این کار رو تعقیب کرد و تقویم مسیحی رو پایه‌گذاری کرد، جای ماه‌ها رو عوض کرد، روزاش رو عقب جلو کرد، و این چیزی رو که امروز مسیحیان یا همه دنیا به نام سال میلادی استفاده می‌کنن، این رو درست کرد. شما در ماه‌های فرض کنید شما که در فرانسه هستین میگین نوامبر، نوامبر یعنی ماه نهم، در حالی که ماه 11مه. دسامبر یعنی ماه دهم، در حالی که ماه 12مه، چون ماه اولشون در مارس بود که مارس رو ازشتن جاش عوض کردن و چیزاشو. اون گردشی که خیام گذاشته بود که با فصل همه چیز عوض میشه، اینها به صورت دیگه کردن، ولی فصل رو همون روز 21 مارس میگیرن یا مارچ میگیرن که میشه روز اول فروردین ما، میگن اول بهار، روز اول مارچ.
یا روز اول زمستون روز اول دیه، اون فصل ها رو همونجور حساب میکنن. به هر تقدیر از اون زمان به بعد با این تقویم شروع کردن و سال بر مبنای تولد مسیح امسال اونجوری که محاسبه کردند، حالا درست و غلطش پای خودشون، ولی چیزی که همه دنیا قبول دارن سال 2009 از تولد مسیحه. جشن و شادی و سرور و دیشب هم همه کشورها چراغونی کردن و با اینکه وضع اقتصادی همه جا بده، ولی به هر صورت دست از شادیشون بر نداشتن، مثل ما ایرونی ها که هر قدر وضعمون خراب باشه قمر رو باید واسه حسین بزنیم، اگه نشد زنجیر رو حتما بزنیم، اگه دستمون به زنجیر نرسید با دست خودمونو بزنیم. نا رسم و رسوماتی است که در دنیا بایستی اجرا بشه. به تقدیر به باورمندان و غیر باورمندان امیدوارم سال خوشی در پیش باشه و بهتر از سال 2008. سال 2008 سال پرتلاطمی بود. امیدوارم که ایرانی ها هم سر غیرت بیان و تکلیف خودشون رو با دنیا روشن کنند، چون دنیا پشتیبان آخونده است. و اما دیروز در آخر برنامه بهتون وعده دادم که مسئله ارثیه عود و آخوندهای شیعه رو براتون بگم. قوانین آخوندی بین خودشون از زمانی که آخوند بودن و میرزا بودن تا الان که آیت الله، آیت الله عظما و نمیدونم آیت الله هفت ستاره و از این حرفا هستن، یه چیزهای دیگه هم پشتش میذارن خودشون، اعظم المزمان میدونی، از جایی که نباید برن کاغذ بگیرن که هر چی دلشون بخواد خودشون میذارن. اینها وزنشون، اهمیتشون به اینه که چند تا شاگرد دارن. شاگردهایی که میان توی محضر یک آخوند میشینن درس میخونن یا به قول خودشون تلمذ میکنند، اینها کار کاسبی ندارن، شغلی ندارن، از جایی پول در نمیارن. اون کسی که این دکون رو وا کرده باید خرج اینا رو بده. خرج اینا رو از کجا میده؟ از وجوهاتی که مردم میارن. یارو دزدی میکنه میاد خمسش رو میده که حلال بشه. این وجوهات رو اینا پخش میکنن بین این بچه طلبه ها، غذاشونو میخورن، شبم با هم عوض بدل میکنن و بعد میشن یواش یواش آخوند و اون وقت میرن به جاهای مختلف. ولی اصل حرف من اینه که هر چقدر تعداد اینا زیاد باشن، این آخونده وزنش بیشتر میشه، عمامش گنده تر میشه، اونای دیگه بیشتر بهش احترام میذارن، چون معتقدن مردم اینو بیشتر قبول کردن، اومدن وجوهات بیشتری بهش دادن. وجوهات یعنی مثلا من دزدی میکنم، میرم پیش آقا میگم آقا این پول من اشکال داره، شما حلالش کن. اون آقا یه مقداری از این پول منو برمیداره، بعد این پول من حلال میشه، بعد اینا رو جمع میکنه میده به این بچه طلبه ها، خودش هم باغ و باغات میخره. مثلا آقا نجفی رو داشتیم توی اصفهان که وقتی زل سلطون رفت اونجا، آقا نجفی براش پیغام میده که حضرت والا
لطف کنید پاتون رو دم من نذارید. جلال سلطان هم جواب میده، میگه من هر جا پا میذارم دم توه، همه اصفهان تو قبضه کردی. این آدم با یه پا گیوه یه پا چارق وارد اصفهان شده بود، بیل زده بود مثل رفسنجانی، یهو الماس در اومده بود. آخوند یعنی دزد. حالا در نجف یه گروه از این آخوندها، یه گله از این آخوندها بودن. اینها حکم میدادن، فتوا میدادن. انگلیس ها وقتی اومدن این مسئله رو پیدا کردن، گفتن چجوری ما دهنه بزنیم این آخوندها رو، به اختیار خودمون هر جایی میخوایم ببریم ببریم. اومدن مطالعه کردن، آدم فرستادن تو اینا، آدم طلبه فرستادن، و وقتی فرستادند پیدا کردن که اینها هر چقدر پول بیشتری داشته باشن بالاتر میتونن برن. خب دولت انگلیس نمیتونست بیاد بگه من به شما پول میدم. اومدن فکر کردن، نشستن گفتن چیکار کنیم. یه روزی کنسول انگلیس اومد خدمت یکی از این آقایان، گفت نایب سلطنه هندوستان از من خواستن که شما اسامی آدم های مؤمن و شیعه رو اینجا به ما معرفی کنی. یارو گفت برای چی نایب سلطنه انگلستان هم چیزی رو میخواد؟ گفت رقاصه‌ای بوده در اونجا، ثروت زیادی داشته، آخر عمر شیعه شده، ثروتشو وقف کرده، این وقف ماهیانه درآمد داره، و گفتی که درآمد ماهیانه من رو ببرید بدید به آخوندهای شیعه، و من اومدم از شما کسب تکلیف کنم که ما چجوری این پول رو بدیم. یارو آب و لب و لوچش را افتاد. یعنی دهنه رو اینجوری زد. هنوزم که هنوز حکومت دینی، اگر فرض کنید بخواد، یادتونه توی پارس که بودم هی میگفتم آقا جان اومدن ساعت منو بخرن، پول زیادی دارن میدن. شما فکر میکردین من قصه میگم؟ تا دیدید همینجوری شد. اونها وقتی اومدن میخواستن دهنه بزنن، گفتن ما به شما پول میدیم. یارو ذوق کرد، دید عوض 30 تا طلبه که میان میشینن اونجا میتونه 300 تا داشته باشه. آخوندهای صدر مجتهد جامع شرایط شدن نوکر کنسول انگلیس. کنسول انگلیس هم حساب و کتاب دستش بود که به کی چقدر پول بده. خمینی در همین خاطرات منتظری رو بخونی، میگه درس کفایه رو که شروع کردیم، ما 3-4-5 نفر بودیم، من بودم و متحری بود و 3-4 تا دیگر اسم میاره. بخش دومه که شروع کردیم 600 تا شدیم. کسی هم نمیگه پولش از کجا اومد که یهو خمینی بیاد یک کسی بشه. کسی نمیاد بگه که مثلا اسقف ماکاریوس یه مرد مذهبی بود، هر جا مسافرت میکرد رئیسی دولت هم بود، خیلی معمولی رفت آمد چه میکرد. اما خمینی هیچکی نبود، وقتی وارد پاریس شد بزرگترین دوربین های تلویزیونی دنیا اونجا صف کشیده بودن ببینن خمینی کی میاد. این طرح رو از توی فیضیه قم گذاشته بودن. دیروز براتون گفتم دو تا کشور اسلامی داریم، یکی انگلستانه، یکی هم ایرانه.
تو این دو تا کشور اسلامی مردم رفتن تظاهرات کردن بر علیه یهودیان به نفع فلسطینیان. کشور اسلامی دیگه نداریم ما تو دنیا، فقط همین دو تا کشور اسلامی رو داریم. ارسیه اود شد گاریچی این آخوندا، دهنه را از این بر میکشید از این بر میرفتن، از این بر میکشید از این بر میرفتن. حکم جهاد میخواست آخوند میداد. چرا؟ برای اینکه مردم عادی مقلدن، اون باید حکم جهاد بده، اینم اصلا نمیدونه حکم جهاد چیه، نمیدونه اصلا جهاد برای چیه. شنیده محمد جهاد میکرد، محمد جهاد میکرد مال مردم رو غارت کنه، تو واسه چی میری جهاد کنی؟ آخوند تو گوش تو کرده حکم جهاد، اما این حکم جهاد آخوند حتی نمیده، اینو انگلیسی میده به آخوند، میگه فردا حکم جهاد بده، فردا حکم بده کسی تنباکو مصرف نکنه، فردا حکم بده ایران به روسیه حمله کنه. این چند تا سیاست مدار رو میتونه بخره که این کارو بکنه، بازم باهاش مخالفت میکنن، ولی یه آخونده که میخره هر کاری دلش میخواد میکنه. یه هم مردم رو میکشه تو خیابون میگن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، مردم رو میکشه تو خیابون خمینی رو میکنه تو ماه، مردم رو میکشه تو خیابون میگه ریش کثیف خمینی لای قرآنه. حالا همه جور استفاده ها رو داره میبره، بعد مردم ما، روشن فکران ما دست به دامن فرانسه و انگلیس و سازمان ملل و امریکا میشن که نجاتشون بدن. به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. این هایی که من دارم به هرتون میگم حقایقه. دیروز بهتون گفتم دسترسی دارین حقوق بگیران انگلیس در ایران رو بخونید، اسماعیل رائین، 50% دروغ 50% که راسته. فراماسونری اسماعیل رائین رو بخونید، فراماسونری امیر نجات اگه گیرتون اومد بخونید. ببینید چجوری تو جلد ما رفتن کارشون رو انجام دادن. یکی میشه شیخ فضل الله نوری میره نوکر روسا میشه، یکی میشه مدرس میره نوکر انگلیسا میشه. آخونده وطن پرست وجود نداره در دنیا. سگ و سگ طولن، یعنی نمیدونم خامنه ای بیاد خاتمی بره، خاتمی بره یه سگ دیگه یه خر دیگه بیاد، همشون دزدند. الان دارن خاتمی رو چرت میکنن که بهتون بچپونن. احمدی نژاد هم داره سعی میکنه روغن مالی اونو پاک کنه که نره بهتون. مسئله اینه، مسئله چیزی دیگه نیست. تحفه اسلام حکومت دینیه، تحفه حکومت دینی ایناست که براتون میخونم. اعدام، شلاق زدن، سنگسار، بریدن دست و پا در ملأ عام، کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی، هر کدومش غلطه فردا به من اعتراض کنید. سوء قصد و کشتار مخالفان سیاسی در خارج از کشور،
سور مور گنده اینچه جلوتون نشستم. قطعهای زنجیره‌ای سیاسی در ایران، اینا تحفه های اسلامه. ترویج زندان‌های کشور با گنجایش هزاران زندانی، ایجاد خفقان سیاسی، ترویج تروریسم بین المللی و داخلی، زیر پا گذاشتن حقوق بشر در هر مورد، سلب آزادی‌های فردی، آبادانی گورستان‌های کشور، کشتن و زندانی کردن روزنامه‌نگاران، پایمال کردن حقوق زنان، سانسور و بستن جراید، آواره کردن بیش از 5 میلیون ایرانی در جهان، اسلام نو به محمدی است، ظلم به اقلیت‌های مذهبی، فیلترگذاری بر اینترنت، اختلال در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون ماهواره‌ای به جز مال خودشون، دزدی اموال ایران توسط ملایان و انتقال آن به خارج از کشور، از بین بردن اقتصاد کشور، ازدیاد فقر در ایران، ایجاد تورم شدید اقتصادی در ایران، بی ارزش کردن ریال پول رایج ایران، ازدیاد بیکاری، افزایش سرقت و جنایت از فرط فقر، ترویج فساد، فحشا، اعتیاد و قاچاقچیگری، ایجاد بحران مسکن در ایران، سوء تغذیه، کاهش رشد و افزایش افسردگی در نوباوگان ایران، بحران وضعیت بهداشتی و بهزیستی در ایران، هتک حیثیت ایران در عرصه جهانی، اشغال سفارت امریکا و گروگان گرفتن اعضای سفارت به مدت 444 روز، جنگ ایران و عراق، میلیون ها کشته، زخمی، معلول، بی خانمان، از محصولات جنگ ایران و عراق، جنگ اسلامی، اسلامی با اسلامی، طرفداری از صدام حسین در جنگ عراق با امریکا، دامن زدن به اختلافات منطقه‌ای خاورمیانه که نتیجهش همین است که الان دارید می‌بینید، سر سال نوئی بمباران غزه، قرار دادن ایران در محاصره اقتصادی، تولید سلاح‌های کشتار جمعی، بر تاراج دادن حق قانونی ایران در دریای خزر، تخریب صنایع هواپیمایی کشور در اثر تحریم اقتصادی و سیاسی که همه با ایران دشمنند، از بین بردن صنایع، عقب ماندن ایران از سطح تکنولوژی جهانی، بحران وضعیت آلودگی هوا و محیط زیست، از بین بردن کشاورزی، از بین بردن هنرهای زیبا، تئاتر، سینما و موسیقی در ایران، ترویج قشری گرانی و ارتجاع، ببخشید این ترویج قشری گرایی بوده، ترویج قشری گرایی و ارتجاع، بستن دانشگاه‌های ایران برای انقلاب فرهنگی به مدت 3 سال، بعدش هم تو هر دکونی یه دانشگاه وا کردن، حمله به محیط دانشگاه، کشتار و سرکوبی دانشجویان زیر پا گذاشتن قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، استخدام عراضل و اوباش حزب‌اللهی و بسیجی برای سرکوبی ملت، واردات و فروختن قاچاق به منظور درآمد بیشتر برای عناصر رژیم، فروختن زنان ایران در شیخ نشین‌های خلیج فارس. با سپاس از نورالدین که این ایمیل رو برای من فرستاده. اینها سوغات اسلامه.
اینها رو به جز به نام اسلام با هیچ چیز دیگه به ما نمیتونن بچپونن. این لغت چپوندن رو تکرار میکنم برای اینکه از روز اول اسلام رو به سر به شمشیر به ما چپوندن، نه اونجوری که علی شریعتی گجستک میگه که ایرانی ها دستشون رو باز کردن برای تازیان وحشی که بیان همشون رو بکشن، زناشون رو ببرن توی بعد از تجاوز بدن به مدینه بفروشنشون. حساب بکنید چقدر بانوی ایرانی رو بردن و در اونجا فروختن. کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس رو بخونید، اسلام شناسی رو بخونید، ببینید چه کردند. نگاهی نو به اسلام مال آقای دکتر مسعود انصاری رو بخونید، ببینید چه کردند، ببینید چه بلایی به سر ما آوردند. کتاب‌های خود عرب‌ها رو بخونید، ببینید چه بلایی به سر ما آوردند. ببینید خود عرب‌ها چی میگن راجع به این مسئله، که تازیان وحشی چه کردند. اصلا مسئله اسلام نبود، مسئله غارت بود، مسئله دزدی بود، مسئله چپاول بود، مسئله اینی که حمله کنن زنها رو ببرن بود. این ماهیت اسلام بود از روز اول. اگر این نبود اسلام پا نمی گرفت. برید از حمله نخله که اسلام شروع کرد به پرورش پیدا کردن و توسعه کردن، توسعه پیدا کردن، بخونید ببینید حمله نخله، اولین حمله، اولین کاروان زنی اسلامی که با موفقیت، چون قبلش 30-40 تا کرده بودن، تو سری خورده بودن، برگشته بودن. این یکی رو با حساب و کتاب رفتن و با یه مقداری اون لغت رو نمیخوام بگم چون محمد دستورش داده بود، ای 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 حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام صلوات الله علیه و آله و سلم، به کسی بر نخوره، هر کی بود دستور این کار رو او داد. بانوی سوالاتی از من کردند، من سعی میکنم امروز روز اول سال تا اونجا که ممکنه ملایمتر و یواش یواشتر با هم دیگه کارمونو بریم جلو، که تا اونجا که ممکنه روز اول سالی باشه، اول ژانویه 2009 میلادی. بانوی نوشتند من شوهرم از بینندگان برنامه شما هستیم و هر کجا باشیم سریع خودمون رو به منزل میرسونیم تا از صحبت‌های شما بی فیض نمانیم. چند تا سوال از خدمتتون داشتم، سوالا رو براتون میخونم. اوایل انقلاب دختر همسایه خاله منو به خاطر سیاسی بودنش گرفتن و حکم اعدام براش صادر کردن. بعد از اعدام این دختر مردی ناشناس به خانه پدر این دختر اومد و 14 تومان پول به پدرش داد و گفت این مهریه دخترته. آقای فاضلی، سوال من اینه که چرا در دین اسلام ناب محمدی اگر بخواهند دختر باکره را اعدام کنند باید او را از باکرگی در بیاورند؟ چه کسی به خودش اجازه میده که با دختر مردم چنین کاری بکنه؟ مگه دختر باکره نمیتونه اعدام بشه؟ شوهرم میگه شاید یه حیوان کثیف مثل آخوند حیفش اومده که قبل از اعدام این دختر بهش تجاوز نکنه و این عمل کثیفش رو جزو قوانین دین مقدس اسلام در آورده. تقدس اسلام در آدم کشیشه، تقدس اسلام در زورگوییشه. این لغت مقدس که شماها میگید برید پیدا کنید ببینید کجاش مقدسه، تقدسش کجاشه. وقتی میگید مثلا شهر مقدس قم، بزرگترین فاحشه خونه های کشور در شهر مقدس قمه، این توی وجودتون رفته که بگین مقدس؟ برید تقدس این دین رو اول پیدا کنید. تقدسش یکی اینه که به دختر
9 ساله میشه تجاوز کرد. این تقدسه، چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کار رو کردند. تقدس این دین فقط همینه که شما اگر یه کسی رو قد جون دوست داشته باشی، تا اون چهار کلمه عربیه رو نگی حق نداری دست بهش بزنی. دوست داشتن، عشق در اسلام وجود نداره. زن حق عاشق شدن نداره. زن وسیله ایست که الله خلق کرده در این دین مقدس برای اینکه مرد بتونه یه کیفی بکنه. راجب کدوم تقدس حرف میزنی؟ دوباره میخونم، شوهرت گفته این عمل اومده که قبل از اعدام این دختر بهش تجاوز نکنه و این عمل کسی بشه جزء قوانین دین مقدس گذاشته. حتی شما که هر روز میشینید گوش میدید نمیدونید دین مقدس چیه. دین مقدس رو از کجا یاد گرفتی؟ دین مقدس رو کی به تو داده؟ آیا خودت رفتی این دین مقدس رو خوندی و یاد گرفتی؟ یا هرچی آخوند پفیوز به تو گفته تو هم داری تکرار میکنی؟ من حرفی ندارم که تو بری تقدسش رو پیدا کنی و بعد بیه برای منم تعریف بکنی، منم رو همین ایر برای همه بخونم. تقدسش رو برات خوندم. اعدام، شلاق زدن، سنگسار، بریدن دست و پا در ملأ عام. تقدسش یه مرد 4 تا زن عقلی میتونه داشته باشه، هر چند تا دلش بخواد صیغه. اگر کنیز خرید احتیاج به صیغه هم نداره. امام موسی کاظم از زن گرفتن بدش میمد، کنیز میخرید. مادر امام رضا یکی از این زنهای خریداری امام موسی کاظم بود. اگر فکر میکنی من کفر میگم قدم رنجه دارید، برید بخونید. اسم مادر امام رضا تکتم بود و کنیزی بود، کنیز ایرانی. زین العابدین مادرش کنیز بود. احتیاج به صیغه‌ام نداشت، عربیم نداشت، عقدم نداشت، نکاح هم نداشت. نکاح میدونی یعنی چی؟ نکاح اینا قوانی نیست که آخوند درست کرده. هیچ کجای قرآن ننوشته زنو بکشین قبل از اینکه میخوان بکشین باکرگیشو برداری. هیچ کجای قرآن اینو اینا. اگه تو مسلمونی برو اینو بخون. اگه مسلمون آخوندی هستی هر کاری دارید میخواد بکنی بکن. هر کی اون پوپیوز میگه تو قبول کن، بگو تقدسه، آخوند مقدسه، سیده الاغ پیغمبر مقدسه، خود علاق پیغمبرم مقدسه. ایمان بیار 3-4 تا میشه 50,000 تا. ایمان بیار 3-4 تا میشه 50 میلیون. ایمان بیار یعنی عقل تو به کار ننداز، ایمان بیار. امیدوارم جوابتو گرفته باشی. آقای فاضلی، یه موضوع جالبم خدمتون عرض کنم. پدر دوست من در اوایل انقلاب از طرفداران خمینی بود. هر روز 4-5 ساعت به مسجد میرفت، حرفای آخوندهای کثیف و لاشخور رو مو به مو اجرا میکرد. آخوندها گفته بودن که هر مردی زن صیغه‌ای نداشته باشه با 1 دست به بهش میره. اون یه دستشو به فلان آخوندها فرو میکنن حتما. و یا هر کسی که توی خونش 2 تا بخاری داشته باشه حرومه و تا میتونید بچه به دنیا بیارید.
چون جلوگیری از بارداری گناه است. نتیجه این که این آقا الان 16 تا بچه از 3 تا زن داره که فقط آخرین دخترش سواد داره و بقیه بی سوادن و از 10 سالگی کارگری میکنن. آنهایی هم که ازدواج کردن نه همگی کردند، همگی مستاجرند و به نان شب محتاج. این آقا با راهنمایی آخوند و با اجازه از دین الله فقط و فقط آلت خودش را به کار گرفته، نه به قول شما مغزش را. خودت هم جواب خودتو دادی. این حیوانی است که مثل آخوند فقط به زیر شکمش فکر میکنه، اون چیزایی که به نفعشه انجام داده. یه گله بچم داره از خودش گساله تر. پدر شوهر خواهر من از معاونین دادگستری و مردی بسیار محترم و پاک و مخالف با اسلام و جمهوری اسلامی است. ایشان بسیار محترم و ایشان میگویند بیایید ببینید توی این دادگاه های اسلامی چه خبره. کافیه حکم طلاق زن و مردی صادر بشه، آخوندها مثل مور و ملخ، مور و مگس همگی دنبال این خانم هستن و هر کسی که زور و مقامش بیشتر باشه میتونه اول از همه این خانم رو سیغه بکنه. از این رو پدر و پدر شوهر خواهر من حتی به خود به خودکاری که آخوند دستشو به اون خودکار زده دست نمیزنه، چون میگه آلوده است و کثیفه. انسانهای خوب هم پیدا میشن. ببین این دین اسلام این بلا رو سر زنها آورده، اما همین زنها الان تو لس آنجلس سفره سقرا و رقیه میندازن. نه سقرا میدونه کیه نه رقیه، اما پولای دوزی رو آوردن اینجا پوز میدن. اونجا پول دوزیدن، شوهرهاشون هم اونجا سیغه دارن، اینا هم اینجا سفره میندازن. حالا دیگه من غیبتهای دیگهش هم نمی کنم، هر کاری میکنن نوش جونشون. سال پیش در تبریز مردی دختر 9 ساله‌اش را به نام سما انقدر کتک زد تا دختر بیچاره به خاطر خرد شدن قفسه سینه جان باخت. سما شاگرد خصوصی عمه من بود و عمه من با شنیدن این خبر یک ماه در بستر بیماری افتاد. مادر سما در اعلامیه دخترش با شعر سوزناکی پدر را قاتل معرفی کرد. ما همگی انتظار حکم اعدام برای پدر قاتل را داشتیم، ولی در کمال ناباوری این پدر بعد از طرف دادگاه تبرئه شد و فقط چند ماه زندان کشید. چرا؟ برای اینکه در اسلام اختیار بچه با پدره نه مادر، و خب میتونه بکشتش، اسلامه. مگه نمیدونی خدا ارحم الراحمینه؟ ارحم الراحمینه برای قاتلا رو میبخشه. قاسم الجبارینه برای بدبختا، ماکر المکارینه برای من. چون در دین مقدس اسلام، باز مقدس گفتی ها، باز یه دفعه دیگه مقدس بگی دیگه ایمیلاتو اصلا خودم هم نمیخونم. پدری که فرزندش را بکشد حکم قصاص ندارد، ولی اگر مادر این کار را بکند قصاص می شود. برای اینکه زن و جزء آدم حساب نمی کنه اسلام. خانم های مسلمون، از نظر اسلام زن آدم نیست، زن وسیله است. باور نمی کنی طرف منو، این کتاب را بگیرید بخونید. از اول تا آخرش با سر فرصت بخونید. زن ارزشی نداره. تو بهشتم واسهش قلمانم نمیارن. اون قلمانم بچه‌هاییست که مردای عرب دوست دارن. شماها همونجا باید برین کلفتی کنی.
این دید دین اسلامه. حالا برو حفل خودتو بپوشون واسه نماز بخون به زبونی که نمیفهمی، نوش جونت. چرا در دین اسلام مرد میتونه چند تا زن داشته باشه؟ مگه زن نسبت به شوهر خودش تعصب و غیرت و احساس نداره؟ زن حق نداره. چرا برای زن فقط عفت و حجاب و توسری خوردن را تعریف کردن و برای مرد انواع و اقسام هوسرانی و لاشخوری و به زبان اسلام غیرت را تعریف کرده اند؟ چو دانی یا پرسی سوالت خطاست. باز دوباره همون توضیح هم همونه که در اسلام شما کاری نیستی، شما چیزی نیستی. اسلام مرد میخواد که بره به جنگ غنیمت، انفال بگیره از دشمن، 20% شو بفرسته واسه الله توسط رسول الله، بقیه رو بکنه تو جیب خودش. زنا به دردش نمیخورن. تو این غنیمت ها که میگیره ممکنه 5 تا زن بگیره، یکیش میره برای رسول الله که بده به الله. الله زن میخواد. اگه مرد، یه مرد زنشو به خاطر خیانت بکشه، مدال غیرت بهش میدن 100%، مسلمونه. ولی اگه یه زن شوهرشو به خاطر خیانت بکشه، اعدام میشه، نه سنگسار میشه. آقای فاضلی گفتن یا خیلی زیاده، اینا گوشه ای از مسائلی است که هر روز میبینیم و میشنویم. من هر روز صحبت های شما را با موبایلم ضبط میکنم، به همه دوستان و آشنایانی که میشناسم با بلوتوث میفرستم تا همه مثل من بفهمند که اسلام چی به سرشون آورده. اسلامی که 90% مسائلش مربوط به پایین تنه مردان است و اظهار محبت کردن که به من لطف دارم. همه ی حرف منم همینه. اسلام از ناف به پایین حرف میزنه. اسلام وقتی حضرت رسول دختر عمش زینب بنت جحش زن پسر خواندش رو دید به خوشش اومد، الله آیه فرستاد. الله آیه فرستاد، گفت یه وقت بد نگذره به جایی از حضرت رسول، اون زنشو طلاق میده، میاد زن حضرت رسول میشه. در اسلام تو قرآن نوشته هان، این حدیث نیست، این حدیث نیست، این قصه نیست، تو قرآن نوشته. این یکی دومی هم که میگم تو قرآن نوشته. ماریه قبطیه کنیزی بود که مغوغس پادشاه مصر با یک غلام هدیه کرده بود به حضرت رسول. حضرت رسول ماریه رو بخشید به صفیه دختر عمر. روزی به خانه صفیه اومد که صفیه اونجا نبود. این ماریه قبطیه زن بسیار زیبایی بود، تا اونجا که عایشه خیلی بهش حسادت میکرد. همبستر شد. صفیه وسط کار رسید. حضرت قسم خوردن که دیگه از این کارا نخواهند کرد، به شرطی که صفیه، ببخشید حفصه، چرا من میگم صفیه، حفصه دختر عمر، حفصه، صبر کنید تلفن نکنید، اصلاح کردم دیگه، الان 8 تلفن شده که آقا صفیه نی حفصه است، میدونم. و حفصه رب ماجرا رو با عایشه در میون گذاشت و اینها اومدن و یه خورده جنجال بازی در بردن. حضرت ماریه رو به خودش حرام کرد که در مدت عمرش حق نداشته باشه دست بزنه. الله
تو آسمون هشتم همه کاراشو صاف و صوف کرده بود، فقط نگاه می کرد ببینه که اتفاقی چیزی در چین مثلا اتفاقی نیفته، هیچ که همه جا صاف صوف بود، فقط اینکه حضرت ماریه رو به خودش حرام کرده. فوری جبریل صدا کرد گفت آیه رو ورده ببر پیش حضرت، تو کار بی خودی کردی، ماریه رو به خودت حرام کردی، ما همه اینا رو به تو حلال کردیم، هر کسی با محمد در بیفته میگم همه تونو طلاق بده، من چیزای بهتری بهش میدم. تو این قرآن نوشته، تو باز میگی اسلام به پایین تنه مردا، خب وقتی به پایین تنه پیغمبرش اهمیت بده تمام پیروان این پیغمبر پایین تنه هاشون اهمیت پیدا میکنه. حالا اینهایی که تو قرآن نوشته من به زبون خودمونی که دارم، به عربی که نمیفهمی، به لال به گاو میگی پروفسور، ایناری که من اومدم راحت برات باز میکنم و میگم یک جرأت خوندنشو نداری، چون اگه قرآن بخونی بیدین میشی. من نمیگم اینو باز، اسلامیون میگن اگه قرآن رو بخونیم دینمون رو از دست میدیم. چرا؟ من کتاب آسمانی نیست، مگه این کتاب تو آسمون چاپ نکردن پرتش کنن پایین که تو بخونی، بخونی بفهمی یا بخونی نفهمی. تو آهنگ گلپری جونم که میخونی میفهمی، چه تو قرآن رو نباید بفهمی. آخوند گفته، آخوند به گور پدر هرچی نابدترش خندیده. جنگ فقط جنگ فهمیدنه، جنگ شعوره، جنگی اینیست که ما کدوم حرفمون راسته کدوم حرفمون دروغه، ما راجع به چی حرف میزنیم، ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم یا فکر هم میکنیم، ما وارث پدرانمون هستیم ولی چارق نمیپوشیم، ماشین ضد گلوله سوار میشیم اما همون دینی رو که اونا نفهمیدن داشتن ما هم نمیفهمیم و داریم، برای اینکه از خرد گریزانیم، ما با خرد فاصله داریم، خرد چیز بدیه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.